بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی اصلاح. انشاءالله که در هر کجایی که هستین خوب و خوش و لباس عافیت و تندرستی را به تن داشته باشین. خود شاکر و سپاسگزاریم که بار دیگر برای من و همکارانم توفیق داد تا در یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما مهمان گرم خانه‌های شما خوبان بیننده دارین. از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه امشب هم همراهیمان کنید و موضوعی که امشب در برنامه صدای شما در نظر گرفتیم در رابطه به نقش رسانه ها در ایجاد آرامش در هنگامه بحران. همونطوری که شما در جریان هستید، متاسفانه در افغانستان ما شاهد دو بحران بسیار جبران ناپذیر در کشور خود هستیم. یکی بحران کرونا را که هنوز هم از ما دست و پنجه نرم میکنیم و تعداد زیادی از شهروندهای عزیز خود را در بحران ویروس کرونا متاسفانه از دست دادیم و بحران کرونا هنوز رخت سفر از کشور ما نبسته، ولی متاسفانه یک بحران دیگری که در ای اواخر متاسفانه تشدید پیدا کرده بحران ناامنی و جنگ. اگرچه از ابتدا هم این بحران بود، ولی روزها ما شاهد تشدید حملات گروه های مخالف مسلح یا طالبان با دولت یا حکومت افغانستان هستیم. به هر حال این دو بحران متاسفانه خسارات زیادی برای شهروندهای ما، هم بحران ویروس کرونا در سه موجش که به هر حال موج سوم هست ما دست و پنجه نرم میکنیم، و بحران دیگری که در اواخر زیاد تشدید یافته بحث ناامنی و پیشروی طالبان در بیشتری از ولایت‌های کشور و به ویژه در غرب افغانستان و هرات ما و شما. در روزا می‌بینیم که وضعیت بسیار ناگوار هست و دیده میشه بیشتری از ولسوالی‌های هرات متاسفانه سقوط کرده و نقش عمده و اساسی که در این هر دو بحران میتونستن داشته باشن نقش پررنگ رسانه ها هست. حالا این رسانه ها اگر ما طبقه بندی داشته باشیم، هر رسانه یک مخاطب خاصر داره و هر مخاطب معمولا یک رسانه استفاده میکنه. رسانه های دیداری، رسانه های شنیداری، رسانه های چاپی، رسانه های مثل اینترنت و سایر رسانه هایی که وجود داره، رسانه های اجتماعی. به حال در برنامه امشب بیشتر میخوایم که نقش رسانه ها را در مدیریت بحران داشته باشیم و دیدگاه شما شهروندان گرامی را هم در این برنامه داشته باشین و ما سوالاتی هم در ابتدای برنامه خوب هست مطرح بکنم. عزیزایی که تماس میگیرین مشخصا دیدگاه شما را پیرامون سوالات موضوع امشب برنامه خواهیم داشت. اول دوست دارم از شهروندای خود پرسان بکنم که این روزها خبرهای کدام رسانه ها رو شما دنبال میکنین؟ چون وقتی یک بحران به وجود میآید همه ما دنبال اطلاعات میگردیم، دنبال این میگردیم که این بحران داره چه کار میکنه، این بحران داره به کجا میخواد که برسه این بحران، و دوست داریم اطلاعات کسب بکنیم. دوست دارم سوال اول از شهروندهای خود این رو داشته باشم که بیشتر شما رو خبرها رو از کجا تعقیب میکنیم؟ کدام رسانه، رادیو، تلویزیون، رسانه های اجتماعی، در کل از کدام رسانه بیشتر استفاده میکنیم؟ و وقتی شما میخواین اطلاعات بگیرین از یک رسانه، معمولا دوست داریم که رسانه ها برای شما اطلاعات دست اول رو بدن، اطلاعاتی که شما احساس آرامش بکنین، احساس امنیت بکنین. آیا رسانه هایی که شما تعقیب میکنین، دنبال میکنین، اطلاعات دست اول یا اطلاعات آرامش دهنده برای شما میدن؟ اطلاعاتی که شما نیاز دارین به اطلاعات. سوال بعدی، آیا از نحوه اطلاع رسانی رسانه ها، حالا اگر رسانه های محلی رو در هرات بگیم، راضی هستین؟ از نوع اطلاع رسانی رسانه های ملی شما راضی هستین؟ در کشور میشه که پیرامون عزیز صحبت بکنین. و همچنان شما در هنگام بحران چی نوع اطلاعاتی رو شما ضرورت دارین که رسانه ها برای شما پخش بکنن؟ بیشتر انشالله دیدگاه شما رو میداشته باشین. و به عنوان یک شهروند دوست دارین چه اطلاعات در دسترس شما قرار گرفته بشه یا قرار داده بشه از طرف رسانه ها؟ آیا اطلاعاتی که اطلاعات باید با توجه به وضعیت روانی که
افراد جامعه دارن باید در دسترسشان قرار داده باشه، یا بدون از اینکه ما توجه به وضعیت روانی شخص و افراد جامعه داشته باشن ما اطلاعات بیایم به دست شهروندای خود بدیم. خب اجازه بدین که دوباره تاکید بکنم که موضوع امشب برنامه ما در رابطه با نقش رسانه ها در ایجاد آرامش در هنگامه بحران هست. خوب است که در ابتدا چند تماس داشته باشیم و بعد از او ما هم نظریات خود در رابطه با موضوع امشب برنامه با شما دوستان شریک خواهیم کردم. اجازه بدین تماس اول و برنامه وصل بکنیم. بله سلام بر شما بیننده عزیز، وقت شما بخیر. تماس بیننده ما قطع شد متاسفانه. خوب است تاکید بکنم عزیزایی که در برنامه خود صدای شما تماس میگیرین، ابتدا کوشش بکنین یک موقعیت خوبی اختیار بکنیم تا ما صدای شما درست داشته باشین و مهربانی کنین صدای خود شما از طریق تلفن خود، از طریق تلویزیون خود بشنوین و صدای ما را از طریق تلفن، صدای تلویزیون خودم کمی اگر لطف کنین پخش بکنین. بنابراین اجازه بدین ما در ابتدای برنامه یک سری معلومات در رابطه به نقش رسانه ها خدمت شما عزیزان بیننده بیان بکنم و اگر تماس به برنامه وصل شد نظریات بیننده های خود را خواهیم داشت. معمولا در دو حالت رسانه ها میتونن نقش اساسی داشته باشن، یکی در حالت عادی هست که نقش های زیاده دارن رسانه ها که باید اون نقش های زیاد رویش تاکید بکنن، یکی در حالت بحران هست و هدف ما هم امشب ایست که در حالت بحران نقش رسانه ها را برجسته بکنیم که دقیقا چی نقش میتونن داشته باشن. خب تماس وصل شده، بیننده خود به انتظار نمیگذارین، تماسشان را وصل میکنه. بله سلام بر شما، وقت شما بخیر بیننده عزیز، خوش آمدین. سلامت باشین، خوش آمدین. خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین. تماس بیننده عزیز خود از دست دادن. خب به هر حال بازم تاکید میکنم بیننده عزیزی که تماس میگیرین کوشش کنیم یک موقعیت خوبی اختیار بکنیم تا ما صدای شما رو درست داشته باشیم. تماس دیگری وصل شده. بله سلام بر شما، وقت شما بخیر. سلام علیکم، خوب هستین مراد؟ سلامت باشین، خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین. بسیار تشکر، لطف کردین. موضوع برنامه زیرنویس تلویزیون شما هست. از ابتدای برنامه بیننده برنامه ما بودین، متوجه شدین؟ برار امیر حساب آرامش میگم. بله بیشتر آرامش میگیریم، معامل شما به شهیده این سه کنه که صدا توپ و تیاره و سانگوی بری. بله خب من میخوایم از شما پرسان بکنم برادر عزیز، شما خبرها را از طریق رسانه ها تعقیب میکنین؟ ولی او را خبرها را تعقیب میکنه. خبرها کی بود در ما خبرها؟ امی کیو براد چون اسلام جنگ میکنه عبدی تا اسلامه با خدا ایش کدیم از اینا چیز نیه. او طرف هم براد مسلمونه، این طرف هم مسلمونه، کسی نمیفهمه که از حساب دولت اینا چی مشکل داره. خود از اینا بشینه صلح کنه، بشینه آرامش، مردم تا کی در بدن؟ نه کار، نه غریبی، پریشونی در بدری. من اگر مشخصا از شما پرسان بکنم، وقتی شما خبر میشنوین یا بیننده هستین بیشتر کدام رسانه ها رو تعقیب میکنین؟ رادیو، تلویزیون، رسانه های اجتماعی، کدام رسانه ها رو؟ ما همین تلویزیون رو برار خبرها رو گوش میکشیم، آریانا نیوز، هرات اینا. یعنی راضی هستین از نوه اطلاع رسانی که برای شما داده میشه از طریق تلویزیون؟ برار از این تاریخ تلویزیون هم به خدا قسم چی راضی باشه؟ غیر از کشتن و بستن و جنگ و این پریشونی در بده. شما چی دوست دارین که از طریق رسانه ها برای شما نشر بشه که حداقل یک آرامش نسبی از این وضعیتی که به حال در کشور جریان داره برای شما به عنوان مسئولیت رسانه ها تقدیم بکنن؟ امیر ما از رسانه ها، از جمهور، از اعضای دولت امیر میخواهیم که امینا بشینم یک سل پایداری، یک سل برادری امیر به پایان برسونم. دیگه جنگ، خشونت، اولاد فیکری، شما تک کنید یک بشت روغن به دو تجربی شده مردم چه کار کنه؟ یک بشت برین جمال به دو تجربی شده کار، کاش که کار باشه، کاش که روزگار باشه. مردم از زندگی خود تیر شد، از این آرامش و از این زنده بودن خدا شاهد مردم تیر شد.
بله. بسیار تشکر برادر عزیز از اینکه لطف کردین در برنامه خود تماس گرفتین. زنده باشین. سلامت باشین. ممنون از بیننده عزیز ما که لطف کردن و برنامه خود تماس گرفتن و دیدگاه خود در رابطه به موضوع امشب برنامه شریک ساختن. بدون شک شهروند ما شکوه داشتن از اینکه ما از رسانه های که یاد کردن ما از نوه تلارسنیشون رضایت ندارن و اونا باید با توجه به شرایطی که برحال در کشور و وضعیت بحرانی که در کشور وجود داره تلارسنی بکنن. اونا گفتن همیشه ما خبرهای جنگ از طریق رسانه ها ما شنونده و بیننده هستیم و کوشش بکنن همه رسانه ها مسئولیتشان هست که حداقل با توجه نقش اساسی خود در بحران وضعیت های بحرانی داشته باشن، حداقل اطلاع رسانی هم که میکنن با توجه به واقعیت هایی که وجود داره و کوشش بکنن حداقل مردم رو خیلی نگران نکنن، با توجه به شرایط و وضعیت روانی مردم بیان اطلاع رسانی بکنن، نبره کسب و شهرت و جایگاه. تماس دیگر داریم، وصل میکنین؟ بله سلام بر شما، وقت شما بخیر. بیننده عزیز تماس شما وصل شده، صحبت بکنین، وقت شما بخیر. زنده باشین، اگر لطف کنین کمی بلندتر صحبت کنین تا ما صدای شما رو درست داشته باشین و خود معرفی کنین. بسیار تشکر، لطف کردین. بفرمایم نظر شما رو هم در رابطه موضوع امشب برنامه میشنوین. شما رسانه ها رو تعقیب میکنین در این اواخر؟ ما رسانه ها رو میشه تعقیب کنیم، دلو دلو نیرو ساعت 6 شبکه اسم از همه کنیم، مردم همه تعقیب میکنم. بله یکی که تعقیب نکنم. بله با حسوس ایسی کشور که جنبه ایگه خواه تعقیب دارم میشینه بر از کجا جنگ کجا آرام چه کجا چی رو تخواهد. بله نقش رسانه ها خود چه همه فهم که در زمان حکومت دکتر بخلان ها خیلی آزاد بود، نیست مردم بله اون حد نپسیده که این رسانه ها ما افتر ازدی به تلویزیون ها زشته باشد. بله یک فرد تو از لحاظ عقیدتی جنگ میکن یا طرف جا فرد من عذر میخوام که صحبت شما رو قطع میکنم، اگر مشخصا لطف کنین و به سوالی که از شما پرسان میکنم. به هر حال رسانه‌ای که شما یاد کردین، شما بیننده هستین، اگر رسانه‌های ملی هست اگر محلی هست، این رسانه‌هایی که شما نگاه میکنین، حالا اگر خبر هست یا سایر بخشا، برای شما آرامش میده خبرهایی که شما میشنوین از این رسانه‌ها و چی نیاز دارین واقعا که از طریق رسانه‌ها برای شما نشر بشه؟ خوب باشه هرچه خبر خبر آرامش باشه یا خبر اقتصادی باشه مردم یعنی بیشتر. بله بله نمیگیم بله. بسیار تشکر برادر عزیز، لطف کردین، لطف کردین از اینکه در برنامه خود تماس گرفتین، یک دنیا سپاس. زنده و سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر البته از رسانه ها تشکری بکنه خوب رسانه به حضای اسلامی هستید خوب. سلامت باشین، لطف کردین از اینکه تماس گرفتین. زنده باشید. ممنون از برادر عزیز ما که تماس گرفتن و دیدگاه خود در رابطه به موضوع امشب برنامه با ما شریک ساختن. تماس دیگه هم داریم، وصل میکنین؟ بیننده عزیز سلام بر شما، وقت شما بخیر. بیننده عزیز سلام، وقت شما بخیر. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ خیر سلامت باشین، وقت شما بخیر. بفرمایید خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین.
از فیروز آباد تماس شدم. فاروق ایدری هستم. وقت شما شما خوبه؟ سلامت باشین. آقای ایدری از ابتدای برنامه با ما بودین، بحث رو دنبال کردین. میخوایم از شما هم سوالاتی داشته باشیم. ابتدا برای ما بگین که از دید شما در این وضعیت بحرانی که ما و شما از یک طرف جنگ داریم، ناامنی داریم، بحران ویروس کرونا رو دارین، میخوایم از دید شما بدانیم که نقش رسانه ها واقعا چی بوده میتونه در این وضعیت رسانه ها باید چیکار بکنن؟ شما رسانه ها رو تعقیب میکنین؟ حقیقت خودی چند از ما که برق نزدن همین ده دقیقه میشه برقام ما تلویزیون روشن کردیم، برنامه خوب شما دیدیم. سلامت باشه. از وضعیت کرونا هم که میگم وضعیت کرونا ده که مشکل نیست، وضعیت دگی، وضعیت بحران. نگاه کنین که این جنگا هر ساعتی به یک محله شهر. بله. این خیلی از وضعیت کرونا بدتره. نمیفهمم چی نیرو امنیتی چه کار میکنن. بسیار خوب. در امی وضعیت که شما آقای ایدری عزیز یاد کردین، وضعیت بحران جنگ که حالا ما دست و پنجه نرم میکنین، میخوایم از شما بدانم که امیر رسانه ها که شما نگاه میکنین، بیشتر در مواقع بحران و جنگ ما خبرهای رسانه ها رو تعقیب میکنین، این خبرها برای شما آرامش میده؟ چیزایی که شما دوست دارین واقعا برای شما نشان میدن؟ واقعا آرامش که هیچ چی ما نداریم. واقعا از هیچ لحاظ نگاه میکنم افغانستان 40 سال 42 سال جنگ، ما که خود نه چه جنگ و تا جنگ به دنیا اومد تا به امروز هم هیچ مصیبت چه تیر از جنگ چی نمیبینه. خب بسیار خوب. واقعا نگاه میکنم یک دم میگم نیروهای آماده بشه، نیرو به اسم نیرو مرگ آماده، جی آماده، نیرو آماده، 200 هزار آماده، 100 هزار آماده، 10 هزار آماده، اینو چه کار میکنم؟ خب به کی دارم مبارزه میکنم؟ 20 تا 50 تا طالب بیامده یک منطقه شهر، یک هفته درگیر، یک دمی محله نزنه، یک دمی محله نزنه، هیچ دقیقه همه محله نیه که چکار میشه آخر ما چکار میشه. شما به عنوان یک شهروند، ایدری سید، به عنوان یک شهروند از یک رسانه چی توقع دارین؟ چی بره شما نشر کنن؟ رسانه یک چیزی باشه که واقعا آدم یک در دقیقه شیشته ببینه، یک چیزی، یک چیزی یاد بگیره، از جنگ یاد میگیره آدم. شما خبرهای جنگ چی کار یاد میگیره؟ هم نشون میده جنگ، نشون میده ایر، نشون میده ایر، نشون میده یک برنامه دینی باشه، برنامه مذهبی باشه، یک سریال اسلامی باشه، یک چیز خوبی باشه، هم ببینه بهتره که. بسیار خوب. پس به هر حال شما رسانه ها رو میبینین ولی چیزایی که شما دوست دارین نشان نمیدن برای شما؟ نشون نمیدن. نه چی نشون میدن؟ نمیشه به کسی فولو نگاه کنید چی نشون میدن؟ یعنی سریال هایی که بحث میدن، یعنی سریال هایی به درد نخوره. خب حداقل میشه رسانه هایی که ما خود رسانه های زیاد دارین آقای ایدری، همون رسانه ای که تعب دل شماست، میشه که همون رسانه را شما نگاه بکنین. بیشتر شما نامی از اصلاح هم اونایی که ما نگاه میکنیم واقعا ببخشید یک هفته میشه که ما برق نداریم. برق از مثل زیکی یکی مریض میشه میره پیش دکتر، یک ساعت دو ساعت سه ساعت به صف میشینه، ما به صف برق همینجوری نشسته ایم. بله برق ما نداریم که یک هفته به تاش شهر زندگی میکنیم، به شهر برق نداریم. بسیار تشکر آقای ایدری از اینکه لطف کردین در برنامه خود تماس گرفتین. سلامت باشین. شما سلامت باشین، موفق باشین، خداحافظ. سلامت باشین. وقت شما بخیر. ممنون از شما بینندگان گرامی که لطف میکنین به برنامه خود صدای شما تماس میگیرین و وقت برنامه ما بسیار کم است، چند تماس معدود دیگر هم میگیریم. اگر شما دوست داشتون بیشتر در رابطه به نقش رسانه ها در وضعیت بحران صحبت بکنم، به ویژه بیشتر رسانه ها میتونن در وضعیت بحران بخش اطلاع رسانی ایشان نقش اساسی و ارزنده برای شهروندا داشته باشه و معمولا در وضعیت بحران، حالا اگر جنگ باشه، هر بحرانی که باشه، شهروندای ما دوست دارن برای نوع اطلاعات داده بشه، برای نوع اطلاع رسانی بشه و اطلاع رسانی که در چارچوب اصول باشه، واقع بینانه باشه، بی‌طرف باشه، توازن در نظر گرفته شده باشه، موثق باشه، منبع معتبر داشته باشه. هر شهروند ما دوست داره اطلاعات دست اول از طریق رسانه ای که دوست داره اطلاعات دست اول بگیره. تماس دیگه هم داریم، وصل میکنین. بیننده عزیز سلام بر شما، وقت شما بخیر. بیننده عزیز تماس شما وصل شده، لطف کنین صحبت بکنه. سلام به شما و همکارای شما. سلامت باشین. خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین؟ بیننده عزیز تماس شما وصل شده، صحبت بکنین. آقای
عربزاده هستم از نهی هستم. آقای عربزاده خیلی خوش آمدین، دیدگاه شما رو کوتاه اگر لطف کنین در رابطه به موضوع امشب برنامه میشنویم. شما رسانه ها رو تعقیب میکنین در یه اواخر؟ زنده باشید. شما گب رسانه ها میزنین، رسانه ها باید یک چیزی لگه کتیل مردم خوش بسازه بدون شک. خبر بکنیم، ما هر نوستی که میزنیم گب از خبر میزنه که اولا فلانه جا خوش کنه، فلانه جا ایران خوش کنه. شما در حالی که شاید یک مخالف مسلح هم در او جایی که شما ذکر کردین نرفته باشه، ولی مردم شایعات پخش میکنن و باز این دست به دست میشه و فضای مجازی و بعضی از رسانه ها هم بدون از این که منبع موثق داشته باشن خبر رو نشر میکنن، شما هم نگران میشین. صدای مردارین آقای عربزاده؟ بله، صدای شما دارم. شما خوب گفت گفتین، مردم راست میگن، شعار میدن که کجا گرفتن چه کار شد، هم دروغه گفت گفتی هم نیه خلاصه نمی رسانه ها کلن رسانه صدای ما را میشنه و خواهش میکنم دیره مردم گفت بیاره، مردم از تکر نده و خدا هیچ گفتی هم نیه. مثلا آقای عربزاده شما دوست دارین از یک رسانه، عذر میخوام صحبت شما قطع میکنم، شما دوست دارین از یک رسانه چی چیز واقعا نشر بشه در این شرایط کنونی؟ از رسانه بنازم چیزی که دل مردم خوش بسازم، دل مردم به دست بیارم، نه باید بگم به فلانه جا چکار شده. رسانه نباید مردم به طرز اول بگذارم، فقط از رو کلن رسانه یک خواهش میکنم تو فقط دل مردم بتونم به دست بیارم. بسیار تشکر. تشکر از برنامه شما، خیلی خوشحال شدم از برنامه زیبای شما. سلامت باشین آقای عربزاده، لطف کردین. ممنون از آقای عربزاده که تماس گرفتن و برنامه خود. و معمولا در ابتدای برنامه هم گفتم که رسانه ها در دو حالت، حالت عادی که جریان داره و در حالت بحران میتونن نقش داشته باشن و نقش ویژه داشته باشن. و امشب هم شهروندهای ما زیاد تماس میگیرن و ما معذرت میخواییم از اینکه با توجه به چند دقیقه دیگه که فرصت دارن چند تماس دیگر هم میگیریم، عزیزایی که نمیتونیم تماس های شما را به برنامه وصل بکنن معذرت میخواییم. تماس وصل شده. بله سلام بر شما، وقت شما بخیر. بینده عزیز سلام بر شما، متاسفانه تماس را از دست دادیم. به هر حال در حالت بحران یک نقش مهمی که رسانه ها دارن بحث اطلاع رسانی هست و پیشتر هم عرض کردم اطلاع رسانی باید دقیق باشه، بی‌طرف باشه، متوازن باشه، منابع باید منابع موثق باشه. وقتی هر تلویزیون، حالا هر رسانه وقتی چیزی به نشر می سپاره باید این موضوعات را حتما در نظر بگیره. در حالت بحران رسانه ها می تونن افکار عمومی را مدیریت بکنن، به این معنا از طریق اطلاع رسانی می تونن و از طریق برنامه های تولیدی خود می تونن مدیریت بکنن وضعیت و از طریق دعوت کارشناسان متخصصین در برنامه می تونن در حالت در رابطه به وضعیت بحران صحبت بکنن، معلومات همه جانبه و معلومات انگیزشی را برای مردم ارائه بکنن. از طریق گفتمانهای مختلف رسانه ها میتونن که نقش اساسی داشته باشن. و همچنان یک چیزی که بسیار مهمه در این اواخر، ما حالا اگر هر رسانه که نام ببرین به ویژه در رسانه های اجتماعی که بیشتر در این اواخر به اویدا هست، ایست که بحث شایع پراکنی هست. متاسفانه یک خبر وقتی نشر میشه شهروندهای ما از طریق صفحات اجتماعی میبینیم وظیفه اطلاع رسانی در ابتدا وظیفه خبرنگاران هست. اجازه بدین خبرنگاران حرفه‌ای ما اطلاع رسانی بکنن برای شما، شما از رویدادها با خبر بشین. ولی متاسفانه در شرایط امروزی در فضای اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی ما دیده میشه که
شهروند خبرنگار زیاد شده. ما یک احترام خاصی برای شهروند خبرنگارای خود داریم، اما خوب هست که شهروند خبرنگارای ما از اصول کار شهروند خبری آگاه باشند. آنها دانش اساسی در رابطه به اطلاع رسانی داشته باشند، ایره درک بکنن که چگونه اطلاع رسانی بکنیم، به جایی که یک خبر ما بریم برای نفع و منافع ملی اطلاع رسانی بکنیم و ضرر همین ملت تمام نشه. بنابراین خوب هست که خبرنگارای ما، کسایی که دوست دارم اطلاعات از اینا رو بگیرین، اول از خبرنگارا بگیرین، خبرنگارایی که واقعا اونا رو میشناسن که عمر خود در راه اطلاع رسانی کار کردن و رسانه‌های معتبر، رسانه‌ای که منابع موثق و معتبر دارن. و شهروند خبرنگارای ما کوشش بکنن که در ابتدا خوب هست که وظیفه اطلاع رسانی رو بدن برای کسایی که اهل کار اطلاع رسانی هستن، خود خبرنگارا و رسانه‌ها، و بعدش اونا هم میتونن با توجه به اصول شهروند خبرنگاری اونا هم چیزی یا رویداد رو بیاین برای مردم اطلاع رسانی بکنن. بنابراین ایجاب میکنه که هر تلویزیون، هر رسانه‌ای که بخش خبر داره که بیشتر میتونه تاثیرگذار باشه در موقع بحران برای جهت‌دهی افکار عمومی، خوب هست که تمام اصول و نزاکت‌های کار روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای در نظر بگیرن، بیشتر کوشش بکنن چیزایی رو برای مردم نشر بکنن که برای مردم امید بده، برای مردم آرزو بده، مردم احساس آرامش بکنن و مردم حداقل انگیزه‌ای رو داشته باشن که در این وطن بمانن و حداقل برای از اونا اعتماد داده بشه که اونا هم در این وطن میتونن در فضای صلح و آرامش، اگر امروز نه فردای زندگی بکنن. به هر حال پوزش میطلبم بازم مجددا از اینکه امشب تماسای زیادی از گوشه و کنار کشور با برنامه خود تماس میگیرن، با توجه به اینکه فرصت ما تمام شد نمیتونیم تماسای عزیزای خود را ما وصل کنیم به برنامه. دعا میکنم خداوند یک صلح سرتاسری را در کشور ما انشالله برمقان بیاره و شما هم کوشش بکنین، نقش ما و شما هم هست که دعا بکنین که انشالله خداوند یک صلح و آرامی و آرامش به وطن عزیز ما افغانستان بیاره. این بود برنامه امشب صدای شما که تقدیم حضور شما خوبان بیننده شد. تا برنامه بعد و دیدار بعد که با یکی از موضوعات دیگر خدمت شما گرامیان قرار خواهیم گرفت، شما را به خدای پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. شب روزتان خوش. الله نگهدار.